למדם דושן דושון לפני שתגיע חייל עשר זאת, מה אתה אשר חייל? יש עוד. חייל שעוד. آره مناسب ولی روشش چیه؟ چون فهمیدید من مختصر بگم کیستور از ورژن 18 به بعد کلن این پروایدر رو داده یه اینترفیسی هم داده به نام کیمستر اچهیل یا هاردور ابسترکشن لایر کلن منطقش اینه میگی کیستور شما کیستور یه کانتینر یه ظرفیه که کلیده توشه منطقش از کجا آمد؟ نمیدونم الان توی این محیطای بانکی علال خصوص یه محیطای شبکهی که حساسیت امنیتی داشت یه دیوایسی هست به نام HSM یه دیوایس سخت افزاری شبیه سروره که عملیات رمزنگاری رو توش انجام میدن. ببینید تو صنعت ثابت شده پیاده سازی سخت افزاری واسه کاربردهای حساس بهتر از نرم افزاری. به خاطر اینکه اندروید هم پیاده سازی سخت افزاری رو اولویت میده به نرم افزاری. چجوری کار میکنه؟ یه اینترفیسی میده. اون قسمت کلید ما الان این ریسکایی که تو اسلاید قبلی گفتیم همیشه اینه که کلید چجوری ممکنه لو بره. اگه کلید توی کانتینر امنی باشه که اصلا از توش بیرون نیاد لیسک افشای اون دیگه به حداقل ممکن نیست. اگه نگیم 100% امنه، حداقل حد خیلی زیادی امن. خب چجوری باش باید کار بکنی؟ اینجوری که شما در واقع API دارید که پروسس شما یعنی اپلیکیشن شما فقط از طریق API که کرنل بهتون میده. یعنی همون کی مستر HAL میتونه بیاد روی کیستور یه کلید اینیشییت کنه. یعنی بیاد دوش بگه که یه کلید واسه من بساز. واسه این پرپز. بعد اون کلید برای اپلیکیشن شما رزرو میشه. اگه اپلیکیشنتون رو پاک کنید کلیدم از بین میره. باید حواسمون به این دیتا به این نکته باشه که چه جوری داریم از رمزنگاری استفاده میکنیم. بعد خب کلید داخل اون هاردویر کیستور است که این هاردویر کیستور تو پیاده سازی ورژن های مختلف فرق میکرده. حالا اسلاید تو مثلا هست ولی تو جلسه بعد ان شاء الله. ولی معمولا به این ترتیبه. از ورژن 6 که اصلا تقریبا یه فورسی روش هست 7 100% همه دیوایس سخت افزاری هن. یعنی هر گوشی که اندروید 7 روش آپدیت گرفته یا نصب شده حتما کیستور سخت افزاری ساپورت میکنه. در ضمن API داره میتونید چک کنید ببینید کیستور هاردویر بیس یا سافتویر بیس یعنی تو مولتی ران تایم. سافتویر بیسش هم امنن. کلا چه جوری این رمزنگاری رو محافظت میکنه؟ تو مدل سخت افزاریش که اصلا یه چیپ SOC مجزاست. به این میگن TEE Trusted Execution Environment یا Security Element یه داده ایه که حتی فضای حافظش از پروسسور اصلی جداست و تخصصی اپتیمایز شده از طریق مدارای FPGA که سرعت عملیاتش هم از پیاده سازی نرم افزاری خیلی بیشتره. یعنی نه تنها کیستور امن‌تره برای کارهای رمزنگاری خیلی سریع‌تره. این نکته است. همون الگوش هم میگم از HSM گرفته شده. یعنی کلید داخل دیوایس شما API دارید. چجوری ازش استفاده میکنید؟ ما بهش نمیگیم که کلیدو به من بده من ازش استفاده کنم. بهش میگیم که اون کلیدی که توش هست این دیتا رو بگیر واسه من انکریپت کن به من بده. یا بهش میگیم این دیتا رو بده، این دیتا رو بگیر، این دیتا انکریپت شده است. اینو واسه من دیکریپت کن. اینجوری یعنی کلید از توش اکسپوز نمیشه بیرون. شما دیتا رو بهش میدید. ولی واقعا اینجوری نیست که بدتون سخت افزاره. کلید از تو سخت افزار میاد تو لایه کرنل تو حافظه قرار میگیره ولی اپ شما مستقیم دسترسی نداره. بعد یه سری ملاحظات هست الان جزئیاتش بیشتر اومد. تو حالت نرم افزاری هم باز همینطوریه. حالا نکته کسی اینه کیستور اولی که تو از ورژن 1 بود که یه فایل بود. یعنی شما همیشه یه پسوردی نیاز داشتید مثل کیستور جاوا JKS یا BKS که واسه بونسی کسله همیشه یه پسورد دست از اون پسورد پروتکت میشه. پسورد کسی داشته باشه از تو اپ در بیاره میتونه کیستور شما رو بخونه. از ورژن 18 به بعد که کیستور پرووایدر اومده این کی پسورد لسه. پسوردی نداره. چجوری محافظت میشه؟ از طریق لاک دیوایس. استفاده از کیستور پرووایدر اجباریه که شما در واقع چیکار بکنید؟ حالا اجباری که منظورم کاربرد امنش اینه که دیوایس لاک سکیور داشته باشه. مثلا اسلاید کردن سکیور محسوب نمیشه. پین پسورد، پسفریز، بایومتریک. اینا چیزایی هستن که میتونن محافظت کنن. چه جوری کار میکنه؟ وقتی شما این پین، پسورد یا چیزو میزنید، پشت این یه دونه اگر درست زده باشین یه اتنتیکیشن توکن تولید میشه. از روی اون یه کلید رمزنگاری مشتق میشه. بعد میره اون کلیدی که تو کیستور هستش رو که با این کلید انکریپت شده رو چیکار میکنه؟ دیکریپت میکنه. یعنی این کلید لایه لایه پاس داده میشه. بهش میگن پسورد بیس کی درایویشن فانکشن. که در واقع بر اساس اون فاکت اینجوری چه خوبی داره؟ یه نکته ظریفی تو این بود اون کلیده که کیستور خودش باهاش انکریپت میشه هیچ چه رو دیوایس نیاز به ذخیره سازی نداره. چون اگه شما لاک رو درست بزنید هزار بارم که بزنید همیشه اون کلید رو بهتون میده.
لاکم غلط بزنید اون کلیدو نمیده. اگه کلید درست بود کیستون آنلاک میشه، مثل گاف صندوقی که درش باز میشه. کلید نادرست بود کیستون لاک باقی میمونه. و در ضمن هر کی هم بیاد این گوشی رو بعد ریورس بکنه، روش کلیدی برای باز کردن اون کیستون رو پیدا نمیکنه. و اینا تمپر رزیستنت هم هستن، یعنی بعضی پیاده سازی ها به صورت یه ایپیرام والاتایل که وقتی حمله زیاد تشخیص بده این مدار اف بی جی ای حافظه رو اریز میکنه تو بعضی کاربردها. مثلا بعضی دیوایس ها مثل این پوزام اینطوری هست، حتی بعضی مدل هاش هست مثلا محکم اگه زمین بخوره اون پوز دیگه به درد نمیخوره، باید ورداریم بفرستیم شرکت مثلا کره ای دوباره پروگرامش بکنه. اینجور حافظه ها داریم ما. حالا ممکنه توی گوشی ها کمتر از این استفاده بشه چون کاربردشون گسترده تره، ممکنه 200 بار هم بخوره زمین هر سری بخواد پاک بشه. یا آسیب پذیری روی اندروید نسخه 5 به قبل هم بود که بعضی وقتی کاربر میومد تو همین کاربرد میومد لاک دیوایسش رو عوض میکرد، کیستورش کرپت میشد، کلا خراب میشد، دیگه به هیچ عنوان به درد نمیخورد. اون باگرم حالا با هم مرور میکنیم جلسه بعد. خیلی بده چون ممکنه شما دیتا رو باشه انکریپت کردین دیگه هیچ موقع کلیدش رو نداره، کیستور کلا تخریب شده. ولی باگ رفع کردن از 5 به بعد این باگ رفع شد. نمیدونم چقدر سوال لایک فرمودید من درست به زیادم فکر کنم گفتم. سوال دیگه این من سوالم یکم فنی نیستش. گفتی که مثلا الگوریتم RSA یه عدد که عدد اول مثلا 2 به توان 3000 و فلان، بعد اون عدد رو یکم توضیح میدی، یه نفر اون رو پیدا کرده دیگه بالاخره که نه یه عدد خاص نیستا، هدف اینه یه عدد بزرگ بسازین بعد از روش یه پرایویت کی مشتق کنید. پرایویت کی در واقع یه جورایی بهش میگن وقتی میخواین از روی عدد بزرگ چیز کنید بهش میگن اکسپوننت گرفتن و ماژولو. یکم ریاضیات داده اگه چیز بدید، اگه علاقه مندید من اینو میذارم توی پیوستای اسلاید که بعد چیز بکنم مثلا رفرنسشو بدم، چون واقعا توضیح دادنش یکم خیلی از حوصله‌تون خارج. ولی یه عدد تصادف، یه عدد ثابتی نیست. آها، هر دفعه که یه پیر جنریت میشه دقیقاً هر زمان که یه پیر یه عدد خیلی بزرگ تولید میشه، دیدید که پسوردی هم ازتون میگیره موقعی که میخواین یه زوج کلید تولید کنید، مثلا استقام اوپن اس اس ال بخواید تولید کنید میگه یه پسورد بده. چرا؟ به خاطر اینکه اون پرایویت کی رو از طریق اون پسورد محافظت کنه. ولی پسورد اجباری نیست، پس اونو بذاریم کنار. خود پرایویت کی در واقع یه جورایی یه نوعی از همون عدد اول خیلی بزرگ است. چیزی هم که اتاکر نیاز داره خود پرایویت کی تونه، حتی اون عدد اول نیست. ولی چون میگیم پول کلید خیلی بزرگه، کسی اگه بخواد اینو بشکنه چیکار باید بکنه؟ تمام فاکتورهای اول این عدد بزرگ رو باید بتونه استخراج بکنه. اصلا میگم پرایماشو باید در بیاره که میگن حالا مثلا توی کلیدای کوتاه‌تر RSA زیر 2048 امن نیستن دیگه، استفاده نباید کرد. یعنی RSA هم اگه زوج کلید درست می‌کنیم حتما باید 2048 به بالا باشه. الان دیدید که روی SSL هم همینجوری اگه نگاه کنید سایت ها رو میزنه که این مثلا چیزش چیه، طول کلیدش چیه، الگوریتم هشینگش چیه. اگه رو همین SSL به بروزر بزنید اونجا اطلاعات سرتیفیکیت طرف رو میده، اینا رو اطلاعاتشو میده، میگه مثلا عموماً 2048 هست. اوکی. بعد یه سوال دیگه، به ازای هر پرایویت کی یه دونه پابلیکی تولید میشه؟ بله. یعنی پابلیک کی رو میتونید پاکش کنید، همیشه ازش قابل مشتق گیری، یعنی همیشه میتونید همون ثابت رو هر دفعه. بله اوکی. همیشه ثابت. ممنون. اصلا پابلیک کی یکی از ماژولوهای پرایویت کیه، یعنی یکی از اجزای ثابتشه. یکم با کامندای اوپن اس اس ال کار بکنید قشنگ یه پرایویت کی واسهتون دلودشو باز میکنه، کامل تمام ماژولاشو میاره بعد مثلا نشون داده، یه قسمت کاملا مشخصش پابلیک کیشه که چیز رو دیگه همیشه قابل بازیابی، به خاطر هیچ کس دغدغه از بین رفتن پابلیک کیو نداره. چیز راحت دوست داشته. من فکر کنم که یه قسمتی شاید دقیق نباشه، اون چیزی که جنریت میکنه یه زوج کلیده که هم پابلیک کی هم پرایویت کی توشه و ما این دوتا هم عملا میتونیم جابجاش هم کنیم، یعنی هر چیزی رو با یکی از این کلیدها انکریپت کنیم دقیقاً با اون یکی باید دیکریپت شه و برعکس. حالا از این زوج یکیش کار برعکس اون میکنه دیگه. آره از این زوج کلیدی که داریم یک کلید اکسپورت میکنیم، اکسپورت میگیریم که اسمش رو میذاریم پابلیکی و میدیم به ملت، یعنی اون چیزی که اول جنریت میشه زوج کلیدی که جفتشو داره اگر اشتباه نکنم. در واقع ببینید اولین چیزی که تولید میشه اگر ببینید همیشه فرمت مشخصی هم نداره، همیشه اون کلید خصوصی است.
که اگه میخواید امن هم باشه، رندوم نسش بیشتر باشه، مثلا میگه پسورد بزنید که از اون مشتق بکنه اینو. و یه چیز مولد داره تصادفی داره. منظورم اینه که توی اون در واقع زوج کلیدی که جفت کلیدا اون توشه. یه چیز بی‌معنای، یه عدد خیلی بزرگه. اون در واقع تبدیل شده یه عدد خیلی بزرگه. خودش داخلش مثلا، یعنی در واقع اولین باری که میسازید اون زوج نیست. اسم درست همیشه میگن یه زوج کلید بسازید. چون پابلیکی فاز ساختش یه فاز اکسپلیسیت نیست. هر لحظه اراده بکنید با یه دستوری میتونید ازش اینو استخراج کنید. به قول شما همیشه انگار دوتا با هم ساخته میشه. یه بخششو که میکشیم بیرون پابلیک اد. ولی همیشه اینطوریه دیگه، شما با پابلیک میتونید انکریپت کنید، با پرایوت نمیشه انکریپت کرد. با پابلیک میتونید انکریپت کنید، برعکسش همیشه پرایوت که انجام میتونید دیکریپت. اونور با پرایوت ساین میکنید. همیشه اون عمل حساسه رو باید با پرایوت انجام داد دیگه. با پرایویت ساین میکنید، برعکسش رو پابلیکی انجام میده که وریفای میکنه اون رو که مطمئن بشه که این درست هست یا نه. حالا پیاده سازیش رو باز ببینیم. اینجا اسلاید بعدی چند تا سامپل کد بود من دیگه بایزتون میگم. پابلیک فقط میتونه اینکریپت کنه، دیکریپت نه. اصلا اگه بتونه اون وقت شما خب همه عملا میتونن مسیجی که برای شما میاد رو بگیرن و دیکریپت کنن. چون حس کردم بیداد همین رو منظورش بود. من منظورم همینه. منظورم اینه که اون وقتی داریم ساین میکنیم در واقع ما میایم هش اون پلین تکستمون رو میگیریم، هشه رو میایم ساینش میکنیم. که در واقع این معنی ساین کردن چیه؟ اینه که با پرایوت کیمون انکریپتش میکنیم. یه چیزی تو مایاس حالا اون که تو پیاده سازی های مختلف این عمل اتفاق افتاده بکنم، ریاضیش این بوده دقیقا. بله پیاده سازی داخلیش همینه. حالا معمولا این پیاده سازی که تو مثلا کیستور هست اینا رو ترانسپرنت کرده، ولی عملا همین تو واسه همین همیشه ساین کنارش یه دونه الگوریتم هشینگ هم هست که به قولشون مثلا با شاپ 512 من اون دیتایی که میخوام بفرستم اول میام هش میکنم، میشه دیتای 512 بیتی. چون ممکن دیتا بزرگ باشه دیگه، پس نمیتونم تو فاز دوم یه دیتای خیلی بزرگ رو با RSA که طول کلید محدودی داره بیام انکریپت کنم. بعد اون داده وقتی کوچیک شد میام با RSA با کلید خصوصی انکریپت میکنم و میفرستم. انکریپت چیز پرایوت که هر دو قابلیت رو تو امان داره، ولی معمولا اینجوری نیست که من بخوام باهاش انکریپشن به صورت مستقیم انجام بدم. کاربرد ایمپلیسیتش تو همین ساینی که شما فرمودید داره. مدام میگم، یعنی اون چیزی که به صورت تو لیتریچر هست اگه یادمون بمونه خیلی چیزه، همیشه پابلیکی و همه داره، باهاش انکریپت میکنه، با پرایوت دیکریپت میکنه. اگه کاربرد ساین و وریفای با پرایوت ساین میکنه، با پابلیک همه میتونن وریفای کنن که بفهمن ما بودیم پشت این قضیه یا نه. در مورد همین انکریپت کردن دیتا، وقتی که توسط برمیس انجام میشه یا به اشتباه انجام بشه، وقتی که دیتای کاربر از بین بره یا حالا لو بره، کی مقصره دقیقا این وسط؟ و اینکه کسایی که میخوان به عنوان اندروید دیولپر استخدام شن انجام، لازمه که مثلا این مباحث رو بدونن یا تا چه حدش رو بدونن؟ واقعیت در عمل معمولا کسی که همه زورشون بهش برسه مقصر اونه. ولی واقعا ممکن مثلا طرف اصلا هیچ کاری هم نکرده ولی به اون مقصر شناسه. الان نکته خوبی گفتید. ببینید خیلی از الگوریتما این امکان رو میدن که امکان ریکاوری به وجود بیاد. نمیدونم شما هم اگه مثل من مثلا بعضی وقتا از ویندوز استفاده بکنید، دیدید یه فایل سیستمی به بیت لاکر داره که میتونید فول دیسک انکریپشن باشه انجام بدید. یعنی این دیسکو اگه من از کامپیوتر وردم بزنم یه جای دیگه امروز اونجا هم انکریپت شده است. باز این هم همون روش پسورد بیسه. این دیدید یه پسورد میزنید، اگه پسورد درست باشه باز میشه، اگه نکرد مثل کیستور. همین پروتکل یه کریپتو سیستمه، مثلا برای رمزنگاری از AES استفاده میکنید و در ضمن یه ریکاوری کی هم بهتون میده که اگه یه زمانی اون پسوردی یادتون رفت، از طریق این ریکاوری کی بتونید اینو بازیابی بکنید. اینجا هم همینه روشش. راستش این موضوع که گفتید واقعا برای من یه مقدار بدون تخته یا اسلاید خیلی توضیح سخته، ولی اینجوری به شما بگم این مسئله رو اگه دوستان حل بکنن جواب این سوال ایشونه. من جوابشو دادم الان. تو چه جوری با یک کلید انکریپت کنیم با دوتا کلید بشه دیکریپتش کرد؟ با یک کلید انکریپت کنیم با دوتا کلید بشه دیکریپتش کرد. چون به طور معمول اینجوری نیست دیگه. یا سیمتریکه کلید انکریپت و دیکریپت، یک کلیده، یا اسیمتریکه که با یه پرایویت مثلا با یه پابلیک انکریپت میشه با یه پرایویت هم دیکریپت میشه. خب ما حالت سومی نداریم. آره اونم میتونه بکتور. درستم همیشه کنار رمزنگاری باید به پدیده بکتور توجه کنیم. واقعا چون رمزنگاری فوق العاده چیز پیچیده است، بخاطر یکی از دلایلی که آقای کرشوف رو میشناسید دیگه، یه فیزیکدان قرن 19 توی مقاله 1883 اومد یه سری اصول بنیادی در مورد رمزنگاری رو گفت. ببینید
میخوام بگم رمزنگاری خیلی قدیمیه، میگه که همیشه فکر بکنید که الگوریتم رمزنگاریتون دست دشمنه. الگوریتم رمزنگاری باید اوپن سورس باشه. اگه کسی اومد به شما یه محصول نرم افزاری یا سخت افزاری رمزنگاری داد گفت این خوبه، چرا خوبه؟ چون الگوریتمش انحصاری، هیچکی نمیدونه، بدونید از رمزنگاری هیچ چرلیش نیست. چون اصلا الگوریتم رمزنگاری کاربردی خصوصا در حوزه تجاری حتما باید اوپن سورس باشن که به قول ایشون بشینیم بررسی کنیم. من بررسی نمیکنم، من سوالشو ندارم، ولی اونی که سوالشو داره میشینه آدیت میکنه میگه بله این بکدور نداره. ولی خب تشخیص این به هر حال کار پیچیده است. فرض کنیم این اتفاق بیفته، برای پاسخ به این سوال شما میگن این سوالا رو باید جواب بدیم با یک کلید. من نمیدونم درست متوجه شما میگید که چیکار کنیم که این بلا سرمون نیاد یا به لحاظ غذایی منظورتون اینه که چی؟ چون من دومی رو نمیدونم جواب شد. سوال دیگه هم بپرسم شد مهمتر باشه. تو اپلیکیشن آفلاین چه دست دیتا های نیازه که حتما انکریپشن دقیقاً بدونیم؟ خیلی ممنون. ببینید یه سری اقلام، اون یه اسلایدی بود در مورد رگولاتوری، گفتم هیپا، پی سی آی، دی اس اس، جی دی پی آر و اینها اصرار دارن شما داده هایی رو که اصطلاحا به نام پی آی 2 یا پرسونال ایدنتیفیکیشن انفورمیشن هستن، داده های حساس شخصی که تو هر کشوری ممکنه فرق کنه، مثلا سوشیال سکیوریتی نمبر تو خارج از ایران به طرز وحشتناکی همین کد تامین اجتماعی ماست. ما تو ایران الان به هیچ دردی نمیخوره، ولی مثلا تو خارج این سوشیال سکیوریتی نمبر کل زندگی نامه طرفو میشه باش در آورد. یه همچین چیزی رو مثلا میگه نباید رو گوشی ذخیره کنی، میگه پسورد مثلا یه سرویسی تو بک اند، مثلا یه اپی نوشتید با بورس داره کار میکنه، میره توی کارگزاری لاگین میکنه، این پسورد طرف اطلاعات کانفیدنشیال نباید رو گوشی ذخیره کنی. میگه که پین کارتو مثلا نباید ذخیره کن. کی میگه اینو؟ پی سی آی دی اس اس میگه. هر نوع اطلاعاتی اگر دارید که مثلا اگر افشای اونها یا نشرشون منجر به نقض حریم خصوصی، یعنی مقوله پرایویسی یا نه مقوله سکیوریتی، این دوتا خیلی به هم نزدیکن ولی از هم دیگه متمایزه، اینها بشه نباید رو گوش. چرا؟ چون میگن گوشی محیط امنی نیست. ولی واقعیتش اینجاست که این خیلی اگریسیوه، این دسته‌بندی کیستور محیط امنیه. اگر یه گوشی با سخت افزار استاندارد و پیاده سازی کیستور که این دوتا معمولا با هم وجود داشته باشه و شما خوب ازش استفاده بکنید، واقعا میتونید امیدوار باشید تا حد خیلی زیادی میشه داده‌های نسبتا حساسی هم پیاده سازی کرد. درست یا غلط، حالا اجازه بدید من اظهار نظر نکنم، همین الان اپلیکیشن‌های موبایل بانکی داریم که مثلا علاوه بر ورود که با اثر انگشت چیزای اینجوریه، مثلا پین کارت رو هم میگه با اثر انگشت میخواد. یعنی چی؟ این پین کارتتون رو گذاشتید مثلا پین 2 رو روی گوشی داره ذخیره میکنه، شما اثر انگشت رو میکشید اتنتیکیت میشه، کی استور آنلاک میشه، کلید استخراج، اون پین استخراج میشه. یعنی مستقیم که پین تو کی استور نیست، پین تو مثلا تو شیر پرفرنسز، کلیدی که باهاش رمزنگاری شده تو کی استور دیتا دیکریپت میشه میفرسته سمت سرور، مثل اینکه یوزر هر سری واردش میکنه. بحث تقابل بین یوزر اکسپریانس و سکیوریتی، این دوتا دستش رو بخواییم اکثر مواقع با هم دعوا دارن. باز میگم من نمیتونم نظر بدم کدوم درسته، بعضی جاها یه چیزایی هست باید ببینیم، همه چی ریسک بیسه. بخاطر همین این بیاین نگاه کنیم ببینیم اگر این اطلاعات افشا بشه و طی چه سناریوی افشا بشه چه ریسکی داره. تا جای ممکن سعی کنید ذخیره سازی نکنید. مثلا لگ تراکنش ها توی اپلیکیشن بانکی قبلا من دیدم، الان راستش روز زن ندارم اخیرا همچین چیز داشته، مثلا از طریق اسکیول لایت مثلا روی دیتابیس بوده، یا حتی اومده مثلا طرف خواسته اسکیول اسکیول سایفر استفاده کرد یه پراگماکی هم بهش داده. اونطور پراگماکی کجاست؟ تو کد. حالا یا تو کد هارد کد شده یا تو شیر پرفرنسز یا یه جایی هست. بعضی ها دیدم یکم بهتر سیز کردم، از ورژن 5 به صورت آنافیشیالی امکان این که شما اکتیویتی مربوط به آنلاک کردن دیوایس رو کالبک بکنید هست، از 6 هم که به صورت آفیشیالی سپورت میشه. اسمش نمیدونم چیه تو اندروید هست شو بخوایی، ولی همین کانفرمه. یعنی مثلا میگه بعضی جاها که میخوای یه کار حساس انجام بدی از یوزر بخوای که همون کاری رو که برای لاک کرد آنلاک کردن دیوایس هست رو تکرار کنه. چرا اینو تو اپش داره کار میکنه؟ چون اون کاری که انجام میده یه کلیدی ازش مشتق میشه، میره اون دیتابیس اسکیول لایت رو که با این، یعنی پراگماتیکی از این تو، این روش خوبیه. اگه کسی از این روش استفاده کرده، چون کلیدی نیست رو گوشی هیچ جنس، حتما باید لاک دیوایس رو بدید. حتی اگه من دیوایسم آنلاک شده یه جا رها کنم، یکی بخواد بیاد این کار انجام بده میگه لاکو بزن، و من لاکو نمیدونم، مثلا یه مهاجمه نمیدونه و نمیتونه اون مرحله رو بایپاس کنه. این روش خوبیه چون مشتق کردن کلید آن دفلای. اون راهکار اولم در مورد ریکاوری کی، نه این سوالتون جوابش خوب بود یا نمیدونم، حالا دوستان هم با نظر بدن ببخشید من خیلی بد توضیح میدم همین چیزو، ولی چیز در مورد اون روش ریکاوری کی یه چیزی بگم بهتون.
مجبورید که کلید رو یه جای بغل دیتا استور کنید اگه میخواید دیتاتون ریکاوری بشه، ولی نه به صورت کلید. اینکه گفتم با یه کلید باز بشه، با یه کلید انکریپت بشه، با دو تا کلید بتونید بازش بکنید، همین حالا بهش فکر بکنید. روش سختی نیست ولی روشی داره، حالا رفتی به کیستور و اینام نداره یا چیز همین فکر کنید خیلی سریع تا آنها بهش میرسید. ولی ببینید اگر ریسک اینو احساس می‌کنید، ببین مثلا من گفتم کیستور اینجوری اگر اپو پاک کنید کلیداتون تو کیستور پاک میشه. پس اگر من یه سازوکاری برای ریکاوری دیتا ندارم، دیتا رو رو گوشی گذاشتم، دیتا سمت سرورم نیست، پس اگه لاس بشه دیگه هیچ جا نمیتونیم ریکاورش بکنیم، این یکم کار خطرناکیه. ممکنه دیوایس ریسیت فکتوری بشه، ممکنه اپ آنستال بشه، دوباره نصب بشه، کلید به هر حال از بین رفته، هیچ موقع هم دیگه اون دیتایی رو که من با اون کلید انکریپت کردم از اون دیوایس نمیشه برگردوند. میدونید الان به لحاظ تئوری شیکوندن کلید 128 بیتی AES بیشتر از 50 سال طول میکشه. مثلا کلا فکر نمی‌کنم آدم دیگه زنده باشه بخواد دیتاهای خودش رو بازیابی بکنه. حالا مثلا مهم نمیشه، من مثلا تریپل دز ممکنه مثلا 5 سال بشه، این بس به توان کامپیوتر، توان محاسباتی داره ها، چه ماشینی، لپتاپ من یا مثلا مین فریم مثلا واتسون آی بی ام، کدومش مثلا این کار میخواد انجام بده متفاوت. چیزا رو گفتی یاد اونجوری افتادم، هر کسی زیرش برسه سلام خراب شه. اگه گوشی روت بشه چی؟ ممنون. اگه گوشی روت بشه، اگه سافت‌ویر بیس باشه، ریسک حمله رو کیستور یه مقدار بالاست، چون به صورت مستقیم رو اون فایل رو باید کرک کنه. البته بازم فایل با اون پسورد یا پین دیوایس شده. اگه مثلا من پین گذاشتم یا پترن گذاشتم، ریسکش بیشتره. معمولا پسوردهای طولانی یا بایومتریک خیلی بهترن و احتمال اینو کم میکنه. واسه هاردویر بیس باشه روت هم بشه نمیتونه، چون اون حافظه رو باید تمپر بکنه و خیلی احتمالش کمه. من الان تو هم بیرونم و این توی آنتراک گفتم خدمت دوستان، الان گوگل روی استرانگ باکس یه باگ بونتی 500,000 دلاری اگه اشتباه نکنم یه میلیون دلاری واسه استرانگ باکس گذاشته که گفته هر کی بهش کنه من این پولو بهش میدم و واقعا میدن. از این جایزه تو این بحث یه چیز هست، اینقدر یعنی اطمینان دارن. به هر حال چیز امبریکبل نداریم، ولی خب احتمالش خیلی کمه. چرا این اتفاق میفته؟ اگر دیوایس شما رو وقتی کلید باز شدن کیستور تو حافظه بوده بدزدن و بتونن کولد بوت اتاک انجام بدن، کولد بوت اتاک اینطوریه، یه اسنپ شات از حافظه تون میگیرن، مثلا از طریق دیوکسی کربن ماژول رمتون رو فریز میکنن، بعد اونو برام دادن، یه بار شانس اینو دادن که بتونن. یعنی اگه اتکر قابل باشه، حالا لپتاپ میخواد باشه یا هر چیز دیگه، یه گوشی اندرویدی ممکن. خب این سناریو خیلی پیچیده است، در دنیای واقعی میدونیم که دیوایس باید آنلاک باشه، کلید اومده باشه تو حافظه، همون لحظه که از دست ما بقاپه این دیوکسید کربن بماله روی این گوشی و بعد بده تو آزمایشگاهش بشینه در بیاره، چیز سختی. اگر این سناریو اتفاق بیفته، کلید تو حافظه باشه بکشن بیرون، بله کیستور میتونن بازش کنن، ولی در غیر این صورت اگه دیوایس شما رو بدزدن، لوتش هم بکنن، نمیتونن بهش برسن، چون حتما اون اتنتیکیشن باید اتفاق بیفته. اتنتیکیشن هم مستلزم آنلاک شدن دیوایس. باز میگم اگه دیوایستون لاکش رو شیکوندن دیگه، خب مثلا من پسورد 1234 گذاشتم رو دیوایسم، خب طبیعتاً طرف میزنه وارد میشه و چیز میشه، ولی در مقابل روت شدن مقاومه، چه سافت وریش چه هارد وریش. خوبیش هم همین. یه تایی هم گفتی که در مورد مشکل SSL میگی، ولی چیز خاصی نگفتی. آره ببینید SSL بازش چیز بود، چون حجم مطلبش خیلی پایین بود، من میخواستم انتهای این بحثه کیستور و اینا بعد از اینکه این بحثه اندروید رو گفتم بگم. حالا خیلی مختصر بگم، ببینید SSL رو چجوری میشکنن، در واقع ضعف الگوریتم نیست، ضعف کلاینته. اگر برید تو سایت چیز گوگل، حالا دیولوپر که فکر کنم همیشه هستین توش، اون قسمت سیکیوریتی تیپسش رو بخونید، یه بخشش در مورد سرتیفیکیت وریفیکیشن سمت کلاینت میگه. میگه همیشه چیزی که باعث میشه SSL بایپاس بشه یا من این دمیدل روش بخوره، حالا SSL که میگیم بذارید تصحیح بکنم، TLS منظورمه، TLS نسخه بعدی SSL، SSL دیگه کلا رفته کنار، توصیه میکنن به هیچ عنوان ازش استفاده نکنید، ولی TLS همون کارو میکنه. این تا اینجا TLS چجوری بایپاس میشه؟ اینه که یه ضعف ذاتی در خودش نداره، کلاینته که سرتیفیکیت رو بررسی نمیکنه. روش کار اینه، بذارید من یه لحظه ببینم چی؟ اوکی ببینید، ولی تخته اگه داشته باشیم ببینید، یه کلاینت میخواد به یه سروری وصل بشه، اسکیمش رو توضیح دادم. کلاینت میاد بالا، یه ریکوست میفرسته به سرور، میگه هلو سرتیفیکیت ریکوست،
سرتیفیکیت رو واسه من بفرست. این سرتیفیکیت یه چیزیه که توسط یه سی ای که اینا بهش تراست دارن، سی ای ها محدودن دیگه تراست دارن، ساین شده. درسته؟ یعنی داخلش پابلیکیه با یه سری متادیتا که میگه این برای کی ساین شده. میگه این برای سایت مثلا ایکس ساین شده، تاریخ انقضاش اینه، ساینرش کیه، ایشوئرش کیه و و. اینو میفرسته برای کلاینت، میگه این سرتیفیکیت منه. کلاینت اگه بخواد یه درست بررسی بکنه باید بیاد چند تا چک رو انجام بده. این چک ها چی هست؟ این چک ها این هست. باید بیاد چک کنه که اینو سی ای تراسته دی ساین کرده باشه. چجوری اینو چک میکنه؟ لیست سرتیفیکیت اتوریتی ها تو گوشی. یه بخشی هست تو اندروید لیست سی ای معتبر داره. اگه یه هکری بخواد رو گوشی خودش SSL شما رو بایپس بکنه، میاد یه دونه پروکسی وسط رو میندازه، یه سرتیفیکیت هم براش صادر میکنه، سلف ساین اصطلاحا، بعد اون روت سرتیفیکیت خودش رو ایمپورت میکنه تو دیوایس، دستی ایمپورت، دیوایس خودش رو هک میکنه. یعنی میتونه بیاد شما برای تست هم همین کار میکنه. درسته؟ یه چیزی همین کار انجام میدید. این اسمش هک نیست، بیشتر کاربرد مهندسی معکوسه. اون باید قادر باشه از راه دور این حمله رو روی گوشی شما انجام بده. حالا این توصیه هایی که اینجا هست بس پرکتیس ها چیه؟ میگه فقط مثلا نیاییم از به عنوان مثال این حالا نمیدونم رکتروفیت های اوکی HTTP از هر چیزی که استفاده میکنیم یه URL HTTPS بهش بدیم و شروع کنیم باش رد و بدل کردن دیتا. نه، اول بیایم این سرتیفیکیتش رو بگیریم، سرتیفیکیتش رو مطمئن میشیم من دارم با پارتی درستی هست، اصلا کیه؟ CA شده CIA تراستد من هست یا نه؟ با فرض اینکه اون هکر قادر نیست سرتیفیکیت خودش رو روی دیوایس شما ایمپورت کنه، تو چطور دیوایس های این ریسکش بالاست دوستان؟ چجوری هکر میتونه، هکری که خیلی ساختاری یافته فکر میکنه، میتونه روت سی ای خودش رو اد کنه؟ مثلا او اس اصل گوشی نباشه، از این او اس های کاستوم دانلود. دقیقاً دیگه چی؟ در یه سناریو خیلی برنامه‌ای که دسترسی روت داره، روت داره، آره، دیوایس تو روت ران بشه، برنامه دسترسی روت داره، شما فکر می‌کنید یه برنامه جذابی مثلا یه کاری رو انجام میده، ولی شما که البته نه کس که شما که میدونید در این چه اتفاقی میفته، ولی اون فرد که مثلا من باشم واقعا خودم چون نمی‌دونم اندروید نیستم نمی‌دونم، ولی فرض بکنید که اون برنامه میاد یه چون روت دیگه خیلی راحت میره سی خودش رو اد می‌کنه، بعد این میتونه چیکار بکنه؟ با اینترسپشن ترافیک، یعنی هوک گرفتن رو ترافیک همه برنامه‌ها رو سطح کرنل، چون بالاخره همه دیتای شبکه باید از کرنل رد بشه بره دیگه، درسته؟ همه رو میتونه شونود کنه. باشه جای سرور جا بزنی وسط بشینه بشه شونود کنه. اینا سناریوهای خیلی خطرناک. و یعنی یه اندرویدی که سکیوره، یعنی آسیب پذیری شناخته شده ای نداره، از راه دور نمیشه رو سی ای اد کرد. پس بنابراین اجرای این حمله هم توسط هکر روی گوشی فردی تقریبا نزدیک به غیر ممکن. ولی توی 3-4 سال گذشته یه سری آسیب پذیری بوده، شنیدید اسمشون حتما، یکی هارت بلیده، یکی هم پودله، که اینا آسیب پذیری بودن که روی SSL بودن و یه نفر میتونست روی حافظه حمله کنه، کلیدا رو بکشه بیرون و SSL رو بشکنه. الان این آسیب پذیری ها وجود ندارن رو TLS. بنابراین اگه خواستید که مثلا چیز بکنید، یکی از راهایی که برای SSL پروتکشن وجود داره SSL پینینگه، که میگه برای اینکه من مطمئن بشم که با سرور ولید دارم حرف میزنم، یه سیگنچر از سرتیفیکیتش رو پین میکنم داخل ریسورس ها. هر زمان که میخوام باهاش یه کانکشن استبلیش بکنم، هر سری این سیگنچر ازش میگیرم، با اون که داخل ریسورس دارم کامپیر میکنم. اگه اینا با هم دیگه خوند، سرور درسته. به این پروتکل میگن HPKP، HTTP HTTP پینینگ فکرم، سرتیفیکیت پینینگ یعنی چیزی زبه باشه دقیقه کی سرتیفیکیت پینینگ یا یعنی چه مخففی داری یادم هست، که توی اون در واقع میاد میگه که یه چیزی رو پین میکنین داخل دیوایس و همیشه با اون کامپیر بگین، هم روی مرورگرها قابل استفاده است، هم داخل اندروید که احتمالا خیلی هاتون پیاده سازیش هم کردید و خیلی کنترل امنیتی خوبیه برای محافظت از TLS. ولی یه دردسر بزرگی داره، سرتیفیکیت سرور که عوض بشه فرض کنید یهو منقضی شد، شما هم یادتون رفته بود تاریخ منقضی شدنش، شما که منظور تیم بکن منقضی شده بود، اپ از کار میفت. درسته؟ چون هی میاد چیز بکنید سرتیفیکیت سرور عوض شد. فرض کنید اگه یه حمله بشه به سرور، کلیدا رو بدزدن، کلید خصوصی ها مجبور بشن عوضش بکنن، اون اپایی که دست مردمه از کار میفته. بنابراین یه جورایی باید که فورس آپدیت یه چیزی بشه که این بیاد، حالا اون خود اون فورس آپدیت دیگه نمیتونه تو کانال امنی باشه، چون کانال امنی شما هی مسدود میشه ارتباطتون، اونجا ممکنه یه اتکر بازی حمله ای بکنه، یعنی رو آپدیت بهتون حمله بکنه. اینا ملاحظاتیه که مثلا تو ریلیز نرم افزار باید دیده بشه. مثلا اگر سرتیفیکیت من 3 ماه دیگه قرار منقضی بشه، سری پلن آلترناتیو رو داشته باشم،
پینای جدید رو بدم به تیم اندروید، اونا پین کنن داخل اپشون که این مشکل دیگه پیش نیاد تو اون مقطع خاص که سرتیفیکیت ها داره سمت سرور باشه. یعنی کار کم دردسر نیست ولی خب روش خوبه. بله 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 آره، اون آپدیت ها میتونه همین کانال هم انجام بشه. موضوع دیگه؟ خسته نمشه دوستان، خیلی ممنون.